و ما 500 دلار داشتیم و هم پیسی افغانی که ما تبادله کردیم در سرای شازاده و کل 500 دلار شد و آمدیم در خانه از ما دو همشری بزرگتر ما بودن که اونا روسی کرده بودن اونا رو گفتیم شما چقدر پیسه دارین یکی از او گفت که ما دلک افوانی افغانی داریم و دیگه از او گفت که ما دونیم نیم لک افوانی داریم ما گفتیم پیسه تانا هم بیاریم با وقتی که اونا پیسه خدا برد یک دو سی د مجموع تقربا در حدود ه ن سد دالر شد رفتم د سرا ازارگل ک چ هستهتوسطه زورخت بخریم د اونجه تصادف روبرو شدم به همراه یک نفر به نام حاج صب خیرالدین او سه چهار دکان داشت وقتی ک او فهمید که م پسر همسنفی از او هستیم از ما بسیار استقبال کرد دوست پدرتون دوست پدر ما بود که البته بود در مکتب با تا صرف سی و یک جای مکتب بود و بازی مکتب علاقه کرد و بازی دکانداری شروع کرد بود باز اونا با ما تقریبا دو دود سه چار هزار دالر مال هم گفت خیر است سودا کنم افتخار میکنم که بچه یک دوست ما تجارت شروع کرده. و ما در مجموعه نمی پیسه که تقریبا چار پنج هزار دلار شده و جنس گرفتیم رفتیم به اوزباکستان و بعد از یک هفته ای را اونجا فروختیم این تقریبا دودی به حدود تا بیست هزار دلار شده ما اون هفته اول هم پیسه آجی صاحب خیردین روان کردیم و اون پیسه های همشیرهای ما که بود رو دو دو چند سه چند با همشیرهای خود مسترد کردیم و نمو آغاز از بود که ما تقریبا چشمای ما کم کم به تجارت آ، آ، چشدیم و باز یک دوست داشتم که او از اهل خنود بود. او البته بسیار زیاد مرا تشویق کرد و از سکای افغانستان بود او مرا تشویق زیاد کرد دیرا و بسیار هم کاری کرد و یک اعتبار زیاد دمو دمو کمونیتی اهلی اونود و افغان ما پیدا کردیم که باز از با تانستم به اون و اساس اعتبار و اعتماد در شش ماه اول ما تقریبا یک میلیون دلار اومده اونجا پیدا کرد یک وقت شد که ما هم یک میلیون دلار که پیدا کردیم به می دوست خود گفتیم که بیا که حالی بریم جرمنی و دمو اونجا بتوانیم که هم یک تجارت کنیم و هم این فامیلا را دو ما فامیلا را کشته بودیم و ازباکستان ما گفتیم که این فامیلا را انتقال بودیم به با جرمنی همین دوست ما گفت که رئیس هم توی تو کو که یک پنج شش میلیون دلار که پیدا کردی بعد از او بیا باز میریم به جرمنی ما گفتیم خود ما چون زمین زمان حکومت گرباچوف بود و یک دیفیسیت بزرگ در تمام شوروی به وجود آمد به هر چیز یک لاین استاد بود در هر مغازه در هر چیز و بالای هر چیزی که هر قیمت را میموند مردم از مجبور تو می خریدن و ما توانستیم دمی بزنس تکستایل در شش ماه آخر تقریبا دو دوی میلیون دلار، پنج میلیون دلار دیگه پیدا کنیم که جمع شش میلیون دلار شد این دوست ما گفت که بیا که بریم آلی آلمان مازونی عالی ما تجارت یاد گرفتیم مالمان نمیریم تا جایی که من میدونم وارد تجارت لاستیک ماشین یا تایر ماشین تایر بست چطور شد که سر از اون تجارت در در یک روز در یک شب در یک شب ما تقریبا همه همی شش میلیون دلار از دست دادیم او در تلویزیون روسیه اعلان شد که روبل از 500 از 500 روبل که معادل یک دلار بود او را تغییر داد به 5000 روبل از 500 روبل به 5000 روبل و در یک شب تا صبح شد به صدها بانک روسیه که بود کلاپ شد ورشکست شد, برشکر شد. برشکر شد. برشکر شد. برشکر بر. و در این وقتی بود که ما تقریبا یک 20 نفر پرسنل داشتیم ما دو دفتر داشتیم یک دفتر در دا ازبکستان داشتیم و یک دفترم در دا مسکو داشتیم ما در شاو روز در بودیم ما در بودیم که از ایلان خبر شدیم با مواسبه که ما کردیم ام ما امید و می تفاوت دلار ما 6 میلیون دلار دالر را از دست دادیم ولی دم داخل گودامای ما در دا داخل گودامای ما بسیار زیاد مال بود که او از متعلق به مر... یک کس بوده اما شاو ما تقریبا هیچ استراد نگدیم رسوب از او تقریبا نیتو شد که ما تنها در اتاق ششتیم و در فکر استیم که خو مثل که یک مصاحبه یا نگوششن با امراه شیطان آدم میکنه شیطان میگه که خو آلی خوامی پیسی ترفت که آلی می مال بفروش و از اینجا هم فرار کن ما میگم که اگر فرار کنیم در تمام امور هر جای از پلیس و از هر کس شاید بترس و یا ای که فرزن اگه این کار کنیم اما شاید یک کس دیگه پیدا شد که همون را ما از پیش ما دیگه کس بگیره و سیومی بشید است که ما می تاریخ خود که بیاد می آوردیم که یک سال پیش هم خود ما ست تاجر نبودیم یک سال پیش هم یک قابنان یا کچالو یا گوشت یا شروع یا برنج یک چیز می رسید اما چیز آلیم می رسد دیگه چی آجد به که به اگرای غلط تا آدم بره وقتی که می تصمیم را گرفتم ما گرفتیم ما بسیار زیاد خود راحت احساس کردیم بسیار آرام در دفتر که رفتیم بعد از یک ساعت دمی شده بودیم که یک کس به ما تلفن کرد که ما فلانی آدم هستیم امی نام خود گفت که ما تو یک ماه قبل که 20 روز پیش که او عروسی رحیم جان دیده بودیم ما میخوایم که پیش تو بیایم ما گفتیم یعنی یک روسی که شما با همدیگه در یک مراسم عروسی آشنا شده بودید بله که شما رو ببینید وقتی که روس آمد اگه در اونجا پیش شما ششتم ای با ما گفت که ما خدا میخوایم برایت معرفی کنیم ما یک رئیس فابریکی بزرگ تایر هستیم و ما سابقی تو بود که در زمان سیستم کمونیستی با ما یک پلان میدادن که اینقدر حلقه تایر روان کنیم به چکو سلوکی و اینقدر حلقه تایر روان کنیم پولند اینقدر به ازربای اینقدر به تاشکند و اینقدر به این کشور آلی اون پروگرام از بین رفته عالی میگه که شما خودتان خریدار پیدا کنید که و این تایر سرشان بفروشیم و ما نمی فهم که چی قسمی را بفروشیم و بالاخره ما ایتو هست که پانزده روز گنجایش ظرفیت نگاه داشتن امی تهران رو داریم در دا غیر از او گودام بعد باید از پانزار روز بسته میشن و اما در فابریکه من تقریبا چلو پنج زار نفر کار میکنه و اگه اگر بیکار شا در اینجا دولت هم با ما برخورد شدید میکنه یعنی تا پونزده روز مجبور بود که جنس ها رو بفروشه آه. و اگر نمیفروخت کار کارخونه متوقف, متوقف. گفت اگر کمک کنین با ما همین های ما رو بفروشین ما گفتم ما یک کم زر بلده داشتیم با تایرهای 900 و 1100 و 1000 1200 امی به می نمبر ها یاد می شده این قیمت هایی را که با ما گفت که ما فهمیدیم که قیمت ها یک اندازه ارزان است خب ما برای زی گفتم که یک ده دلار دیگه هم قیمت های زی را ارزان کنیم این گفت صحیح است در ظرف 45 دقیقه ما به این تاجر زنگ بزنیم به او به این به او همین در مجموع 100 میلیون دلار تایر ما فروختیم از این 100 میلیون دلار تایره که ما فروختیم ما در حدود 16 میلیون دلار فایده کردیم وقتی که ما 16 میلیون دلار فایده کردیم حقیقتش ما رفتیم دا خانه فامیل ما در تاشکن بود ما دا خانه تنها زندگی میکردیم اول خور رفتیم یک وزو کردیم یک نماز خوند سر نماز شوشم و امیتو بی امی گریه می سر کرد که ای امتحان خداوندی را. که یک سال ما کوشش کردیم زحمت و شش میلیون دلار ما پیدا کردیم و در یک ثانیه در یک شب همه از پیشم گرفته شد و ای که فردای زو هم امتحان خداوندی بود که ما ما برای غلط نرفتیم و دیگر از اون در چلو پنج دقیقه وقتی که ما در یک اتاق ششته و چای کافی رو با امرای روس ما خورده راییستیم و تنها تلفن به چند جای ما تلفن کردیم و ما در ظرف چلو پنی دقیقه 16 میلون دونیم برابر او سرمایه خود پس پیدا کردیم به فعالیت های شما در دوبه میرسیم شما اینجا یک شرکت بسیار موفق خانه سازی دارید که بسیار پروژه های بزرگی رو در دست دارید ولی شما بزرگترین یعنی بانک خصوصی افغانستان رو هم دارید چطور به فکر بانکداری در افغانستان افتادید؟ اگر دو بانک شخصی در اونجا راجستر شده بود کار خود آغاز کرده بود و ما به می تصمیم رسیدیم که نمی دو بانک که در اینجا راجستر شده و کار ای کفایت نمیکنه به این مارکت بلاخره امو بود که امی مفکوره برای پیدا شد در سال 2005 که ما باید بانک تاسیس کنیم سقوط نظام یعنی فروپاشی جمهوری و آمدن طالبان چقدر به بانکداری ضربه زد؟ ببینید که اگر این تحولات و تغی... مشکلات در یک کشور می یا انقلاب ها یا فرض بدون انقلاب یا تا یک جزی به سر یک بانک در یک کشور پیدا میشه لاین استاد میشه. وقتی که لاین استاد شد لاین مردم استاد شد در اینجا بانک مرکزی دفتا پول کش ترزیق میکنه با اون بانک یعنی بانک مرکزی پول میده به بانک بانک خصوصی پول ترزیق میده که مشتری های تا پول بته ولی وقتی که قرض که تو دادی وقتی که قرض جمع شد بعد از او, او قرض ها را پول بانک مرکزی را پس خلاص کن اگر شما به متوجه شده باشین در سال 2008 تو وقتی که گلوبال کرایسیس یعنی بزرگترین همی کرایسیس دنیا آمده در جرمن، در انگلیس، در فرانسه در اروپا، در آمریکا به تریلون تریلون دلار اینا در بانکای خود انجک کردن که بانکای زیاد ورشکست نشد در افغانستان بیچاره ای قسم مشکل بود که او تمامی همی سرمایه بانک مرکزیم تا حدود 7 نو میلیارد دلار بود. ی افنو میلیارډ ډالر هم امریکا قید کړه بانک مرکزی وو خالی یعنی بانک مرکزی په با دستي خالی کې دستي خالی نه خالی بود کې هیڅ چیز نداشت. نه درښ نه ډالر نه افغاني وایې همي خوري بانک مرکزی هیڅ نه وکومک به با بانکای خصوصي کړی نه توانست کې برایی پول وته کې بیا درټوم چیتا مشترياته ج... جواب جوابه از زمونه کې امین نظام تغیر کړ ما خود یک روز رفتیم به افغانستان و ما یک شو تیر کردیم و فردای زو پاس آمدیم ولی خوبی از این بود که اینمی بانک مرکزی یک سیستم را جور کرد که بتانه امی بانک ها یا قرضای خود جمع کنم یا ای که امی سهمدارای زینا دست بکار شوه یک تایم برای خ... گرفته شوه که بتان مشتری های خود خلاص کنم دیگر یک لمت پیسہ یک محدودیت پیسہ کی چیزا دا. یک چیزای عملی در دنیا شده نیست که افغانستان تکرار شده باشه مثلا یک چیز شده در یونان ولی, ولی آیا از جلو بانک های خصوصی از جمله بانک شما هزاران نفر صف بسته بودن بله و اینا پول خودشون رو میخواستن خیلی هاشون میخواستن پولشون رو بگیرن برن از افغانستان بیرون نه no. این پول در اختیار اینها قرار نمیگرفت بله بیخی گپ شما معقول وقتی که ما تان گفتیم که انقلابات میشه یا تحولات میشه ای تو هست که لین استاد میشه درست. وقتی که در افغانستان تو تحول بزرگ با وجود آمد به پیش روی زی بانک روزانه اضافه از صد هزار نفر استاد بود اضافه از صد هزار نفر سخت سر در افغانستان نه در تنها بانک پیش روی با قسمت شعبه مرکزیش یعنی یک سر بیروبار مردم در مسجد حاجی یعقوب بود و یک سر دیگه شان در چارای زنبق یا در وزیر اکبرخان بود امی جاده تو مکمل پر بود از مردم و مردم هم، مردم هم بعضی بیچارا از چهار صبح نوبت می گرفتن بعضی شب می خوابیدن. شب خواب می خوابیدن. و اینا هم خاطر از, از که و بانک فیزیکلی میتونست تقریبا د حدود 3000 تا 4000 نفر اینا سرویس کده میتونست در روزه از 3000 تا 4000 نفر اضافه اینا سرویس هم کده نمیتونست هم شعبه مرکزی شو دیگه وقت از زی بانکی با داشتن دو میلون کستومر دو میلیون مشتری یعنی سمو سد هزار هم که میامد یا هزار هم یعنی تقریبا ده بیس فیصد مردم بوده از چیشان این هر کس حجوم بردن به خاطر بسه اما امروز اگر ببینید یک نفر هم در دروازه یک بانک استاد نیست خیلی از مشتری های شما شکایت دارن میگن که اون مقدار پولی که باید در اختیار اونها قرار بگیره نمیگیره مثلا طالبان محدودیت 200 دلاری یا 200 دلاری رو برداشتن یعنی به اونها اجازه دادن که از بانک ها بیشتر برداشت کنن ولی وقتی اونها به بانک مراجعه میکنن پول بهشون داده نمیشه یتونس کې کاسبیا به با بانک او بانک ورایځو پول نته خو البته ته یګلمت وای غندوزه اگر بيبینې کونیم یو سالو تقریبا یو سال او نو مو پيش یو سال او اٹھ مو واختي کې هم تهول د افغانستان امود بلخص ز با پېشوري ازي بانک په صدها هزار نفر بودن په خاطرې چې اي مشتريای ازي بانک مساوی با تمام مشتری های دیگه بانک ها بودند تقریبا دو میلیون مشتری بانک داشتند بله اگر امروز ما ببینیم از او صدا هزار نفر که استاد میده یا مردم لاین میگرفت یا مردم بدارخوی میکد یا چی بید و مثلا بعد از یک مدت زمان بسیار کتا در ظرف سه ماه چهار ماه و او آمد برای بسیار یک تعداد محدود بالاخره و امروز در پیش سر دروازه یک نفر هم استاد نیست. خو یک چیز ما میخوایم که به تمام با سم و به گوش تمام مشتری که در زی بانک و در بانک اسلامی مسئولیت داره ما می سهم سهمدار دو بانک یک واده را میتیم برای تمام مشتری خود که یک افغانی و یک دلار هیچ مشتری ما در بانک نمی و یک افغانی و یک دلار هیچ مشتری ما نمیشه. نمی رو به بسار سربلندی و بسار افتخاری را میگویم. که در بسیار تقریبا در حدود سه چهار ماه آینده شما نخواد بین ما هیچ یه هیچ نو لیمیت نخواد داشته باشیم به خاطر هر پول اگه میگیره اگر یک میلیون دلار هم داشته باشه میتونه یک میلیون دلار خود بگیره و اگر یک دلار داشته باشه و اگر هر قدر پولی خود بگیره و تقریبا در حدود یعنی از او پیسه که سرمایه گذاری کرده بود در زی بانک یا تقریبا مردم در مجموع تقریبا اضافه از 70 فیصد پول خود مردم گرفتن یعنی کسایی که حساب داشتن در عزیزی بانک 70-80 درصد مردم پول خودشون رو پس گرفتن در مجموع از تمام پولی که در اینجا دپازه شده بود شاید به یک نفر یک نفر شاید سی فیصد پی، بیست فیصد پی خدا گرفته باش چون مبلغ از او زیاد بوده باشه یک نفر یک سال پیش مکمل پول پول خدا گرفته مثلا درست از مجموع پول دپازیت شده که در عزیزی بانک و بانک اسلامی بود تقریبا در حدود افتاد فیصد مردم پول خدا گرفتن درست. و این متواقی هم در ظرف یعنی سه چهار ماه آینده در ماکسیموم ماه آینده هیچ چیزی خاطر وجود نداشته باشه یعنی امیل که حتی بانک مرکزی وضع کرده که حالی مثلا او را دو چند ساخته مثلا امیل میتا ما در نظر نمیگیریم و میخوایم ما هر مشتری که هر قدر پول خود در میخوایی در بگیره میتانه که بگیره حقوق کارمندان دولت الان یعنی معاش مامورین دولت از طریق بانک شما پرداخت میشه افرادی در بانک شما حساب دارن که اینها مقام های دولتی هستن به احتمال خیلی زیاد شماری از کسانی که در بانک های شما حساب دارن اینا در فهرست سیاه بین المللی هستند این مشکلی برای بانک شما ایجاد نمیکنه ببینید در عزیزی بانک و بانک اسلامی هر دوی از اینا قبل از امید تحول که در افغانستان آمد اینا اکاونت های وزارت ها در اینجا بود که باید که از این طریق ماش مردم بده و بعد از این تحولی که آمد کدام یعنی حکومت طالب هم کوم تغییر ناورده که از یک بانک گرفته باشه و به دیگه بانک داده باشه و یا کارمنده کارمنده یا یک وزارتخانه و دیگه وزارتخانه به دیگه بانک داده باشه همون چیزی که از قبلا بود اما در حالت خود است شاید چهره ها و نفرها فرق کرده باشه که اشخاص شاید فرق کرده باشن به حساب ماش اما ماش تو یک چیزی نیست که او در اونجا کدام اکاونت تجارتی یا کوم اکاونت تخ... چی داره او یک لیست می باشه که امو لیست که از طرف پول از اونا از طریق وزارت مالی و به افغانستان بانک ترزیخ می بانک و امو لیست که از طرف وز... وزارت خانه داده میشه شه در ده... ها امو ماشین ای تیم هسته که امو پولای خود ماش خود از اونجا میگیره درست دیگه ما فکر نمی کنیم که در اینجا چیز شیاو یوک چیز کریمینال او یوک چیز غلط باشه با خاطر ازی کی اصلا امی یی اک سولت خوبسته کی راګه جابه جهانیون بشه اګه امریکا سګه اروپا سګه داخله افغانستان کی موش عزیزی بانک میتوند عین زمان مثلا به چند صد چند چند چن صد هزار نفر د عین ما موش ش د شرایط کشور میرسونه یک کار خوب است به او کشور هم به مردم هم به هر سوال ما اینه که آیا کسانی هستند که در فهرست سیاه سازمان های بین المللی باشند و در بانک شما حساب داشته باشند؟ ما فکر نکنیم که تو چیز باشه درست از مقام های طالبان کسی در بانک های شما حساب ندارن؟ ما فکر نکنیم خب حالا آیا درخواستی بوده آیا مثلا بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره تالبان هست یا مقام های تالبان موردی رو مجبور کرده باشد که شما در بانک خودتون انجام بدید نه ما تو بود که ما حقیقتش ما ما یک کسی هستیم که در زندگی خود مدروع نگفتیم و یا کم تومت و یا کم اتحام از هر کس در زندگی خود موارد نکردیم چیزی که ما به چشم سر خود دیدیم شخصا خود ما امید تمام زندگی ما یک قسم تیر شده که ما هیچ کس در 20 سالم که سال 2002 رفتیم ما وابسته به با هیچ کس نبودیم و هیچ خود وابسته به با هیچ شخص نکردیم و در مسائل سیاسی ما خودتر در وقال هم نبودیم اگر آقای کرزای رئیس جمهور بوده و یا آقای شفانی رئیس جمهور بوده و یا چیزی ما کدام مناسبات خاص شخصی و یا کدام چیزی نداشتیم به امروز زین مردم بین شکل به امی حکومت طالبا ما هیچ نو شناخت و ارتباط و مناسبات و یا و یا ما بین امی حکومت بین امی طالبان هیچ کس نبود د دسامبر سال یک دسامبر سال 2021 ما می احساس کردیم که اگر ما به افغانستان نریم به افغانستان داریم خو امی ارد... امی بانکای عزیزی بانک و اسلامی بانک در حال از بین رفتن است ما در تاریخ در تاریخ خوب بیادارم تاریخ 16 یا عبده ما تلفن کردیم با آقای ملاسو ویدریس رئیس بانک مرکزی, رئیس بانکی حکومت, مرکزی حکومت مرکزی بود و گفتیم که ما خودم معرفی کردیم براشم که ما عزیزی هستیم و میخوایم که بیایم به افغانستان و آنها به بسیار گرمی و خوبی است دم تلفن بسیار کلمات خوب گفتن که هزار دفعه فهم میروانی و ما رفتیم به کابل در میدان هوایی از ما خوب استقبال کردن دا. دا. و ما رفتیم اولا به با عزیزی بانک از عزیزی بانک به ساعت یازده 11 بجا 11 و یازده بجا ما رفتیم در بانک مرکزی در بانک مرکزی که ما رفتیم در اونجا آقای ادریس رئیس دیوانسان بانک بود معاونش بود و یک دوسته کارمنده های حکومت قبلی هم که اینجا کار میکنند در اونا هم وجود دارند و اینا ما یک چیز برای اینا گفتیم که ما میفهم مشکل این متحولات مشکلات میاد در کشورا ولی مردم کلگی بر خطا میشه مردم هم ملامت نیستن پول ازشان در بانک هاست و مردم بیچاره بر خطا میشه و جمعه رو به طرف بانک ها که پیسی خود بگیره وقتی که بانکات ده اینجا پیسه نداشته می باشه ولی پیش از این دفتن بانک مرکزی پول فیزیکی را می ده اختیار بانک ولی مشکل شما این است که شما پول فیزیکی ندارین اما چیز پیسه که تا داشتین و پیسه شما قید شد ما ای تو است که ده این قسمت ما هم کاری میکنیم با امروز دو بانک بانک عزیزی و اسلامی که اینا باید بتانه به مشتری خود پول بده خو صرف ما تقاضای است که به این ما به همکارای ما به کسایی که در اینجا کار میکنه در حبری بانک قرار داره در بانک بانک اینا ها میگی تحصیل یافته و مردمای رو مردم های است که یک بانک اصلا اساس یک بانک دو چیز تشکیل میده یکی پرسونالش و دویم تکنولوژی درست ولی ما گفتیم که اگری کارمندای ما فرار کنه ما امی بانک هر چقدر پیسه داشته باشه بانک سو خود میکنه ولی مهم امی بانک هم چی چیز هم پس هم کلانترین سرمایش هم پرسنلش هست که مردم های تجربه دیدن تجربه دارد تو همه چیز دارد دیرش تر رسیده که دیم کارمندای ما برخورد نیکو خوب شو. ولی تا دا دا دو سال تیر شده که ما شکایت از کارمندای خود از طرف دولت اسلامی از طرف امارات اسلامی رو ما کام شکایت نشنیدیم کام چیزا ما نشنیدیم شما در امارات متحده عربی شرکت خیلی موفقی رو دارید پروژه های خیلی بزرگی الان دارید انجام میدید بزرگترین پروژه‌ای که شما در امارات به بهره برداری رسوندید چی بوده در امارات متحده عربی بود که سال 2007 یک مفکوره در سرم پیدا شد که ما باید بعضی چیزا را در هم جور کنیم به خاطر ازی که ما زیاد زندگی خود در اینجا تیر کردیم ما ما از خوردرکی در اینجا کلان شد و یک ما هم یک فرض خود می دانستم که یک چیز یا یک یادگار و یک تاریخ در اینجا جور کنیم ما سال 2008 بعض زمین ها را گرفتیم و در سال 2008 و نقشای جور شد در سال 2008 تو وقتی که نقشای های جور شد مردم ما او را به فروش ماندیم وقتی که به فروش ماندیم مردم یک میلیارد خریداری کرد از پیشم. یک میلیارد درهم درهم مرد بعد از و مردم صد میلیون از این پیش پرداخت کرد با. در اید بود در سال 2008 یک ما بعد از اگه گلوبل کرایسیس یا بحران اقتصادی, بحران اختصادی بزرگ اختصادی دنیا اتفاق ای که آمد ما فکر میکنم که ایده ما دو ماه سه ماه شد خلاش شد اما ای تو بدبختی شد که ای ما فهمیدیم که این بدبختی سالها دوام میکنه در سال در 2009 در ماه فبروری ما تصمیم گرفتیم که تمام مشتری خود بخواییم همین پولی که به ما داده همین پول ما پس برایشان بدیم و ای اولین شرکتی بود د امارات که پول مردم پس مسترد کرد و به دولت امارات دولت دوبایم میفهمم و رهبری دولت هم می بلاخره ما کنستراکشن شروع نکردیم و در سال 2014 بار اول امو زمین هایی که ما در سال 2007 گرفته بودیم سر جور کردن از اون کردیم درست او زمین که ما سال 2007 گرفته بودیم 2014 و 2015 او را جور کردیم او تحویل به با بحر بار داری کردیم تقریبا 22-25 بلدنگ بود در یک منطقه بنامه الفرجان و بل اخر چن دو پروژه ده امی پالم ک جزیره مصنوعی ک شبیه نخله بله دو پروژه ده اونځه تاهل درم د چنین پروژه ده شهر و بل اخر یو پروژه کالونه دیغه بود ک به نوم عزیزی ريرا ای تقریبا در ودود 18000 اپارټمون است ک 73 بلډینګز وایه پروژه تقریبا سال گذشته په بهره برداری اومده شو میالی هم هر ماو رو توزیع زو به مشتریان روان استه که د یو مو سیمه ویندهوره مکمل به مشتریان توزی میکره درست هی چیزای بود که ولی تو دبل دنګ او سی بلډنګ او څور بلډنګ ده ځای مختلف ځای جوړ کړم ولی بزرگترین پروژه ما که میاه درینجه در دوبه د سه پروژه بسیار بزرګیست چې دا هي سالو را موافسته کوو او را شروع به کار میکونیم یو پروژه سته چې ما به نام عزیز ونس هيک پروژه سته چې تقریبا د در نږدې مکتوم ایروپورت هيک بزرگترین پروژه سته چې د انځ 100 ټاور اول او د اونځ بورده مشه و سر تاور بالای او جور میشه یعنی شما یک منطقه رو میخواید شبیه ونیز درست کنید ونیز یعنی yani آب باشه آه. و بعد روی آب برج ها قرار بگیرن سر بالای آب قرار داره سرکا برای شسته ولی که از یک بلدنگ به بلدنگ دیگه هم از طریق رفته میتونه هم از طریق کشتی آه. یعنی از یک ساختمان به یک ساختمان دیگه آه. شما میتونید با قایق برید آه. با قایقای بزرگ آه. یا کوچیک کشتی و همینطور با ماشین میخواید شما یک پروژه رو شروع کردید که 16 میلیارد دلار قراره که روش سرمایه گذاری کنید این جزء همون پروژه است یا اون یه چیز دیگه است نه این پروژه که هست که این پروژه که ما ایرا گفتیم این تقریبا تمام سرمایه گذاری از این پروژه که همین عزیزی وینس که هست این پروژه است که تقریبا تمام سرمایه گذاری از این در حدود یعنی بین 25 تا 30 میلیارد در هم است یعنی تا حدود 8 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار پروژه دومی که هست که او پروژه است که 50 هتل 5 ستاره در شهر دبی ما جور میکنیم با با امرا یک هتل از 7 ستاره که او سرمایه گذاری که در او بخش میشه تقریبا در حدود 60 میلیارد درهم هست که یعنی معادل با 15 16 میلیارد دلار است این پروژه دومی ما در شهر دبی پروژه سیومی که ما میخویم دمی جاده شیخ زاید ما یک بزرگترین تاور را جور میکنیم که او تاور دومین تاور دنیا خود باشد یعنی شما از لحاظ دومین برج بلند دنیا رو در کنار همین شیخ زاید بسازید خود جاده شیخ زاید در جاده شیخ زاید بخواهید همین جاده شیخ زاید و چی است اسم این برج چقدر بود اسم این برج خود ما تا فاینال هم نکردیم خو شبه عزیزی باش باشه که عزیزی تاور باشه ماه رمضانی که گذشت شیخ محمد بن راشد حاکم دبی طرحی رو اجرا کرد به نام یک میلیارد بسته غذایی برای گرسنه‌ها شما یکی از بزرگترین حامیان مالی این طرح بودید درسته بله چقدر کمک کردید به این طرح 100 میلیون 100 میلیون درهم صد میشه چقدر دلار تقریبا 29 میلیون دلار 29 میلیون دلار خیلی ها توقع داشتن که شاید این کمک ها در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره ما زاده افغانستان هستیم ما هم مردم خود دوست داریم کشور خود دوست داریم و ما راستی افغانستان بسیار دوست داریم و یعنی در افغانستان ما در ماه رمضان برای یک میلیون انسان در اونجا ما توضیح کردیم برای تقریبا 20 هزار فامیل مواد خشک غذایی که در اونجا آرد، برنج، روغن، چیزها بود توضیح کردیم و ما یک پروگرام داریم در دا افغانستان نمیال دیزاینرای ما کار میکنند و در شهر کابل 350 جریب زمین داریم زمین شخصی که ما به 25 میلیون دلار رو, رو خریدیم قبل از آمدن حکومت طالبا ما 25 میلیون دلار رو, رو خریدیم این 350 جریب زمین ما قبلا تصمیم داشتیم که یک شهرک جور کنیم در اونجا و ما از اون شهرک تیر شدیم که ما اون شهرک جور نمیکنیم در اونجا سه چیز همه جور میکنیم یک, یک شفخانه بسیار مجهز تداوی سرطان آیا یعنی میخواد یک بیمارستانی باشه که به سرطانی ها کمک بکنه و فری و مجانی, مجان. یعنی،, مجان. یعنی, پول نمیخواد بکرد دویمش یک شفخانه زایشگاه که بسیار خانم ها ای تو هسته که در زمان ولادت اینا جان میته و از زمان جهد اقل مزم چی اما یک سهولت برای خانوما باشه به خاطر امی مسائل ولادتشان و در این زمان یک یتیم خانه ای که با داشتن ده هزار اطفال که در اونجا مکتب، تداوی، صحت، لباس، همه چیزهای زود در نظر گرفته و یک مرکز ایران میخواییم جور کنیم و ما از اینجا نه از امارت اسلامی که در افغانستان از ما نکدام زمین میخوایم نکدام میگویم که تو با ما کدام کمک یا که زمین بتی یا ای چیز ما با اون زمین خود جور بکنیم و برای زی ما صد میلون دلار ما تخصیص دادیم بودجه دادیم که صد میلون دلار ما برای سی چیز ما با مصرف میرسانیم دیگه ما او کشور ما از یاد نبردیم ولی در اینجا ما راستی هم در ماه رمضان 100 میلیون کمکی که برای محترم شیخ محمد بن راشد با او کار خیری از او که برای یک میلیارد انسان نان بتا او خیرات از او یا او کمک از او برای شهر دوبای نبود او برای پینجاوی یک کشور مسلمان مردم غریب پینجاوی کشور مسلمان بود که در او جمله حتی افغانستان هم شامل بودک یعنی ای تو نبود که او, او چی بود ولی ما چون دمی جامعه هستیم دمی کشور هستیم در دوبای در اینجا کار میکنیم در کار خوبی از اینا باید ما باشیم در کار در, در کارهای که در اینجا بخیر انسان باشه بخیر چرا نه؟ از این که ده چند از این ما میخواییم با امروی کشور خود کردیم و میکنیم درست خب در 20 سال گذشته کارهای خیریه در افغانستان چقدر کردید که شرایطش هم مساعد بوده ما بسیار کارا رو در اینجا کشور خود کردیم ای تو از که یکی از کارهای خیریه ما ای بود کار خیر ما که بسلو امی خود امی ساختن اینورستی امریکایی را که ما ای را تم اول میتونستم که به نام خود جور کنم یعنی یک... دانشگاه آمریکایی کابل رو کابل که ما خود... مدت ها رئیسش بودید ما چرمان ازم بودیم ما میتونیم ما او رو بورد از اون رو تاسیس کردیم ما او محسسی از او بودیم تا اون رو جور کردیم به دستای خود ولی ما میتونیم در روز اول ما ای رو به شخصی خود بسازیم و ما از بحره تجارتی ببریم ولی تا جای که آدم میاد همسر رئیس جمهوری آمریکا هم حدود 20 میلیون دلار به این دانشگاه آه. کمک کرد یعنی این دانشگاهی بود که شما ایجاد کرده بودید؟ ایران ما ایجاد کردیم ولی که بخاطر ازی از که شخصی نبود ما میتونیم که نه تنها با بر کمک خود ما فاند و کمک دیگر مردم ما و دنیا را جذب کنیم که از جمله کمک خانم رئیس جمهور آمریکا بود که 20 میلیون دلار کمک کرد دیگر مردم کمک کرد یعنی بسیار مردم دو کار کمک کرد مال ما در ساختن ایتو است که با ما با سپانسر بسیار شاگرده شدیم در که ما اونا روان کردیم به با کشورهای مختلف مثلا به پول تحصیل زور دادیم درست. مثلا دا داخل افغانستان به بسیار کسایی که در پانتونای کابل درس میخوانند مثلا چی سکالرشپ از اونا رو ما به دوشک خود گرفتیم یا بسیار به مردم مثلا مواد غذایی توضیح کردیم ولی زیادتر تو بود که در پرده تلویزیون یا رادیو یا چیزا از او استفاده نکردیم و یک خدر زیاد رکلام نکردیم نه... نه... درست, نه درست. مثلا. من وقتی پروژه بزرگ بزرگ شما رو در دوبه می‌دیدم، این نام ها خیلی برام جالب بود مثلا یکی از ساختمان‌های خیلی عظیمی که به بهره رسیده و روی این جزایر مصنوعی هست اسمش هست مینه این نام ها از کجا میان؟ این تو هست که راستی نواسی ب... ای نواسیم هست که مینه جان این دختره که به سر کلان هست دیگه به اسم نوی شما هست نواسیم دیگه او اولین نواسی مو بود و ما می تعمیر دم اون جای بهترین موقعیت دبی بود دا بهترین جای که دو طرف از او با بحر وصل است دیگه ما می تعمیر برام ساختیم چند تا ساختمان دیگه هم هست که اسم های خیلی زیبای دخترانه آه. داره سامیه آه. و سامیه فرشته, فرشته و شایسته, شایسته. اینا این تاورا که هم برام دخترای ما این ای نام دکتران هیچ, هیچ ساختمونی رو به اسم پسرها تونم کردید؟ بنام از ساختیم <تصفح> <تصفح> درست جالب شما در نهایت گفتید که میخواید بلندترین ساختمان دنیا دومین ساختمان بلند دنیا رو بسازید دومین برج بلند دنیا رو بسازید در افغانستان در کابل برج های شما بلندترین برج های پایتخت هست و الان هم اینجا هم ساختید میخواید به کجا برسید واقعیت تو هست که ما وقتی که با 500 دلار بزنس شروع کردیم بعد از گذشت دو سال ما یه پول پیدا کردیم که اگر ما هیچ کارم نمی کردیم و تمام تمام زندگی کفایت میکرد. اما واقعیت شی تو که ما عالی نیست که ما کدام گول مانده باشیم کدام تارگیت مانده باشیم که ما باید ما باید اینقدر قدر زیاد پول پیدا کنیم نخیر ما ای تو هست که راسته حقیقتش ای تو هست که دمی بزنس وقتی که امی میلون اول پیدا میکنی با مشکل پیدا میشه باز اگر یک میلیارد دلار پیدا میکنی با مشکل پیدا میشه تایم میخواه باز از که یک میلیارد پیدا کردی در سال دو میلیارد سه میلیارد جور کردن بسیار آسان است بسیار ساده چرا دمو وقت دمو لیول میرسی که رقابت آه, کسی که رقابت داره با امرای تو بسیار محدود کسا میشه درست اگر یک بلدنگ یک صد نفر میخره باز اگر ده بلدنگ باشه باز ده نفر میشه و اگر دو صد بلدنگ باشه و چهار نفر میشه و اگر پین صد بلدنگ باشه و یک یا دو نفر میشه دیگه با مو درجه یا معاید از هم از اون بزنس و تجارت هم بلندتر میشه خو آم زوق او علاقه ماندی استه که ما کار کوم ما ده کار م بسیار خوش استیم ما علاقه م یی استهک ما, ما ز یک تقریبا یک موبات ما فعلا در کار خود دبی موافق استیم و ما علاقه م یی استه که یک موبات موسس کشوره خارجی شروع میکنیم اولین کار ما گل ما انگلستان استه یعنی هدفتون این هست که در انگلستان هم کار ساختمان سازی رو آه. شروع بکنید ساختن برجای بلند آه. در یک مباد یک ماه دو مباد دفتر خود در اونجا ما چی میکنیم تنظیم میکنیم و در خود در مرکز در قلب لندن میخوایم که سه چهار تاور بلند جور کنیم و به شکل وقتی که در لندن شروع کردیم به شکل در پاریس در آلمان در کشورهای مهم اروپایی و در آمریکا، در استرالیا، در کانادا و ما میخوام که ای تو تاریخ بسازیم که نه تنها امو های ما افتخار زیر کرده بکنه بلکه هموطن ما هر افغان ما که در او کشورها هستن و زندگی میکنه یا میره یا ای خو ما دنیا میریم ولی صد سال آینده جنریشن بعدی بعدی افغان که میاید در او کشورها میره هم سر ازی افتخار کنه که یک وقت پینجا سال پیش یک افغان ما را ساخته بود یا صد سال پیش ای افغان ما ای را ساخته بود ورمو یوګ ما افتخار وش وايي چې زه ما ایرام علي میسازم د زندګي خود ما هر به هر چيزه کې چې تصمیم وغرتیم مو عملي ساختیم د هیڅ د هر تصمیمي کې ما بارها افټیدیم ولې خستیم به و هدف خو راسانډه وي او یدې کار مو عملي وینم په دنیا کې راثبت میسازم چې ما افغان هستم ولې ما میتونم چې بلندترین ټاور را خوبترین جای از بهترین میلیاردرهای آمریکا و یا اروپا که ما هم ساخته میتونیم و از او که بهتر و با کوالیتی بهتر و در شهرهای بهتر آقای عزیزی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو ما زدید